برادر من. نوکرتم. سلامت باشه، خدا خیرتون. مادرت حلالت باشه. برادر من اونا که میگن که این قضیه دروغه، میگه من نمیکنه، چی میگین شما به اونا؟ نه، من خودم رفتم، من خودم اونجا بودم، رفتم با هزار امید آدم میرم اونجا. زری ها که میخواد داخل بشی، چه دف چه زری ها میخواد ببوسیم، با این چوبایی که دست خودماست میزنن، میگن شما کافر نباید زری ها ببوسید. لعنت الله، خدا لعنتشون کنه، دست درد نکنه. خیلی ممنون، خدا خیرتون بده. سلام علیکم، بفرما. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشی، زنده باشی، بفرما. این درباره همین بوسیدن زنای نکنم این درست باشه، به خاطر این که وقتی خود حضرت آقای خامنه‌ای مثلا تو مجلس راه میرن صحبت میکنن، راه که میرن همین برادران بسیجی رد پاشن و برمان تبرکیم و بوسن، اینشون اینجوری هن که بالاخره آدم برادر بزرگوار من، آدمی که مفعول باشه دیگر همینه، آدمی که مفعول باشه اون که جای پای خودش ببوسه اونجا راضیه، اونجا میگه هر اشکالی نداره. این آخر بله، این آدم اگر مفعول نبود، اگر بله اگر کمی وجدان داشت، این خودش بله اون جای پای خود بوسیدن را اگر اشکال نمی گرفت، حرم امام رضا علیه السلام بوسیدن را اشکال نمی گرفت، اما چی کنیم که طرف مفعول اصلا ها زمین آقا بله. اگر بخواد اونجا به حساب حرمای مطهر بخوان نهی کنن، خب جای خودشون هم که مونه بالاخره. درسته بله، نهی نکردن. درسته، این تناقض در عملش موجوده. آفرین، این تناقض موجوده، اما این تناقض بله، این تناقض در عمل او کدام ناممکن نیست، چون اصلا یارو مفعوله دیگر، کسی که مفعول باشه، آدمی که خلاصه خدمت شما عرض بکنم که نامرد باشه، داده باشه، دیگر از او چی توقع دارید شما؟ بله، او راضی جای پای خودش رو ببوسه، دست خودش رو ببوسه، عوایش رو ببوسه، اما راضی نیست که بله حرم ائمه علیه السلام بوسیده باشه. بله، چون به خاطر چی؟ به خاطر همین که طرف ناسبیه، دشمن اهل بیت علیهم السلام، و اصلا طرف بله داده. سلام علیکم. سلام علیکم.